حس می کنمت. موزیک ما موزیکیه که مقدار زیادیش از یک صنعت موسیقی دیگه داره الان کپی میشه. اوائل هم که مقدار زیادیش از موسیقی پاپیولار قبل از انقلاب کپی میشد. درستم هست، برای اینکه برنامه ریزی واسه این جریان نشده. و من تنها عاملی رو که فکر میکنم باید بهش یه مقداری جدیتر در واقع فکر کرد اینه که خب ما بیایم به گروه های کمک کنیم که بتونن کارشون رو انجام بدن، که اینها کارشون ارائه موسیقی، ارائه استایل جدید با کمک گرفتن از اون چیزی که تو فرهنگ خودمون ریشه داره. خب این باید راجبش برنامه ریزی بشه. ما گفتیم که یک فستیوالی رو اجرا میکنیم با دعوت از تمام گروه هایی که کارشون فقط ارائه موسیقی قدرتمنده، و خب یک کاری رو ارائه بکنیم که قطعا میتونه تأثیرگذار باشه روی موسیقی و بدنه موسیقی پاپولار ایران، چه داخل چه خارج، چون کار این فستیوال فقط ارائه اون چیزی است، اون متریالی است که میتونه موسیقی ایرانی داشته باشه به صورت مدرن. اگه تو اتاقم نیستی چرا هوای تو خونه است؟ برنامه که الان در واقع قطعی شده تور آلمان گروه آبجیز، گروه کیوسک، همینطور خود من قراره که این تور رو انجام بدیم از 11 در واقع سپتامبر. و خب برنامه تور آمریکا الان داره صحبت میشه. تور دبی هم که به هر حال هدف نهایی هست، که یک فستیوال سه روزه هست اونطوری که ما الان داریم صحبت میکنیم و برنامه ریزی ها خیلی کار سختیه، همش باید انجام بشه. به هر حال اینا رو من از طرق مختلف قول میدم که بتونیم به صورت دقیق اعلام بکنیم به چه صورت خواهد. فکر میکنی در چند سال گذشته موسیقی داخل ایران جهش زیادی داشته از نظر کیفیت کار؟ اگه منظورتون اینه که از نظر کیفیت، ما مثلا فرض بکنید با کامپیوتر خیلی خوب داریم ریکورد میکنیم یا صدا برداری و مسترینگ خیلی خوب شده، نه، چون در واقع در اون زمینه هم ما نقاط ضعف خیلی زیادی داریم. نه تدریس درست حسابی میشه، نه تحقیق درست حسابی میشه، نه اصلا کسی به فکر این جریانه. ولی از نظر متریال و ارزش فرهنگی که این کارها داره، چرا، کارهای ارائه شده که من واقعا متعجبم. باعث واقعا تعجب من بود که چطوری توی ایران دارن این گروه ها کار میکنن به این خوبی، و کارهایی که میتونه مؤثر باشه روی اون هدفی که این اینداستری موزیک میتونه داشته باشه.